این دوربین امکانات خیلی زیاد داره ولی یک چیز کم داره. دوربین ZV E10 مارک 2 یک دوربینی که سنسورش رو از FX-C و آلفا 6700 گرفته. سنسور 26 مگاپیکسلی برخلاف ورژن قبلیش که میتونست 4K رو تا 30 فریم 8 بیت ذخیره کنه، این ورژن میتونه 4K رو تا 60 فریم 10 بیت به صورت 422 و حتی آل اینترا ذخیره کنه. دو تا عدد ایزو نیتیو داره. در 800 و 2500 شما نویز ندارید. در حالت اکتیو استابلایزر خودش میتونه تصاویر بسیار اسموت و نرمی، حتی نرمتر از FX-C در اختیارتون قرار بده، ولی کراپ 1.5. نسبت به ورژن قبلی باتری بهتر و بزرگتری داره. دسته گریپش هم به همون اندازه بزرگتر شده. وزن خود دوربین نسبت به ورژن قبلی بدون باتریش کمتره و LCD بسیار با کیفیت تری و همینطور نقاط فوکس بیشتری در این دوربین قرار داده شده. اما این دوربین سه تا ایراد داره که یکیش خیلی مهمه. وقتی دارین با این دوربین ویدیو ضبط میکنید، چون کیفیت بالاتری نسبت به ورژن قبلی داره ویدیو ضبط میشه و بدنه همون بدن است، دوربین زودتر داغ میکنه. این ایراد خودش رو زمانی بیشتر نشون میده که دارید 4K 60 فریم ذخیره میکنید و البته اگر SI هم باشه قضیه خیلی هاتر میشه. ایراد دوم اینی که AI پروسسینگ نداره. و ایراد سوم و مهمترین ایراد، این دوربین IBIS نداره یا این بادی ایمیج استابلایزر در این دوربین مثل ورژن قبلیش تعبیه نشده. این باعث میشه که زمانی که شما میخواید روی دست فیلم بگیرید تکون خیلی داشته باشید، مگر اینکه از حالت اکتیو استابلایزر استفاده کنید که اونم 1.5 کراپ میخوره. و اگر بخواید اکتیو استابلایزر رو خاموش کنید باید از لنزهایی استفاده کنید که OSS باشن یا اپتیکال استدی شات داشته باشن. منتها نگران نباشید، روی گیمبال کار در میاد. حالا میخواید بگم این دوربین درد کیا میخوره؟ برای اونایی که پول خرید آلفا 6700 یا FX-C رو ندارن و میخواد یک کراپ سنسور سونی تهیه کنن. دو، افرادی که حرفه‌ای نیستن ولی میخوان تصاویر حرفه‌ای داشته باشن، چیزی از شاتر، ایزو و دیاف نمیدونن و فقط میدونن میتونن با یک تاچ نور تصویر رو عوض کنن، رنگ تصویر رو عوض کنن، عمق تصویر رو کم و زیاد کنن، بک‌گراند رو مات کنن و در واقع کار رو برای افراد مبتدی راحت میکنه. اما این به این معنی نیست که افراد حرفه‌ای نمیتونن از این دوربین استفاده کنن. تمام امکانات حرفه‌ای هم در اختیارشون هست. حالا بزنید یکم تخصصی تر راجع به دوربین ZV E10 Mark II حرف بزنیم. به هر حال اینجا یوتیوبه و آدمای متخصص با یوتیوب میشینن. یک فلش بک بزنیم به نسخه قبلیش. یک سنسور 24 مگاپیکسلی داشت نسخه قبلیش که میتونست 4K رو تا 30 فریم فقط ذخیره کنه و 8 بیت هم ذخیره میکرد و 420 و 4K هم از 6K اوور سامپل میکرد میرسون به 4K. ده 80 تا 120 فریم ذخیره میکرد. امکاناتی مثل سافت اسکین که میتونست پوست رو نرم کنه برای بلاگرها استفاده میشد، پروداکت شوکیس که میتونستی یک محصول جلوی دوربین بگیری و فوکس روی اون انجام بشه و همینطور بلر کردن بک‌گراند یا در واقع دیفوکس کردن بک‌گراند رو استفاده میکرد و قیمتش هم هلوش 600 تا 700 دلار بود. حالا زمانهای مختلف این قیمت یک مقداری تفاوت میکرد. این از دوربین ورژن قبلیش. البته در جریان هستید که این پروداکت شوکیس یا بک‌گراند بلر یا بک‌گراند فوکس همش با تنظیمات به دست میاد، فقط چون این دوربین برای کسایی ساخته شده که ممکنه متخصص نباشن بتونن با یک تاچ روی LCD با یک دکمه در واقع این کارو انجام بدن. پس این چیز عجیب غریبی نیست، تو همه دوربینای سونی قابل اجراسی بهتون باشه. و اما توی مارکت 2 برداشتی سنسور 26 مگاپیکسلی FX-C و 6700 رو استفاده کرده، آلفا 6700 رو، که میتونه 4K رو تا 60 فریم ذخیره کنه. البته یک کراپ 1.1 میخوره در 60 فریم، 422 و 10 بیت ذخیره میکنه و آل اینترا ویدیو میگیره. آل اینترا ویدیو گرفتن رو قبلا من توضیح دادم، در واقع هر فریم به صورت مجزا ضبط میشه. مجدد راجبش تو ویدیو آینده صحبت میکنیم. بیتین کامپنسیشن تو این دوربین اومده، همون جبران تنفس تو ویدیوی گذشته راجبش حرف زدم. رولینگ شاتر در این دوربین اصلاح شده ولی همچنان رولینگ شاتر بدی داریم توی این دوربین. ما دو تا نقطه داریم برای ایزو صفر، در واقع دوال ایزو داریم، دوال نیتیو ایزو داریم. ایزوی 800 و ایزوی 2500 ما نویز نداریم. نقاط فوکسش افزایش پیدا کرده به عدد 759. توی
مارک 1 ما 425 نقطه فوکس داشتیم، 11 FPS هم عکس پشت هم میگیره. راستی 4K از 5.6K اوور سامپل میکنه، تو نسخه 1 از 6K اوور سامپل میکنه. خب بریم سراغ اون سه تا ایرادی که گفتم، یه ذره بیشتر راجبشون توضیح بدیم. ایراد اول اینه که دوربین داغ میکنه. ببینید این دوربین رو کنار ورژن قبلیش گذاشتن و ویدیو ضبط کردن، خب، و وقتی ویدیو ضبط کردن دیدن در مثلا زمان 10 دقیقه دوربین ورژن 2 یه 2-3 درجه بیشتر گرم شده، دوباره مثلا بعد از 20 دقیقه دوربین مارک 2 مثلا 5-6 درجه دماش بیشتر اومدن، دماسنج زدن، دماشو زدن، دیدن دمای بیشتری داره و در واقع این دوربین گرمتره ولی خاموش نمیکنه تا یک جا. کجا؟ اونجایی که 4K 60 فریم داریم ذخیره میکنیم، مخصوصا حالت SI یا همون آل اینترا، اونجا تا 23 دقیقه 24 دقیقه ویدیو ضبط میکنه و بعدش بوم خاموش میشه. یعنی این دوربین برای آل اینترا گرفتن، حالت SI فیلم گرفتن 4K 60 فریم درست نشده. حالا ما آیا آل اینترا همیشه باید ذخیره کنیم؟ آیا نیازه؟ نه، نیازی نیست واقعا. من قبلا توضیح دادم، بازم تو ویدیو آینده توضیح میدم که چرا نیاز نیست همه جا ما آل اینترا ذخیره کنیم. من خودم همیشه ویدیوهای خودم رو به صورت اس یا اچ اس ذخیره میکنم، به صورت اس آی ذخیره نمیکنم، مگر مواقع خاص که در یک ویدیو یا دو ویدیو آینده من اونو توضیح میدم. این از مورد اول. خب میریم سراغ مورد دوم. مورد دوم که آقا ای آی پروسسینگ توی دوربین نیست، در حالی که تو دوربین های اخیر سونی اضافه شده که میتونه قطار رو تشخیص بده، اتوبوس رو تشخیص بده، ماشین رو تشخیص بده، هواپیما رو تشخیص بده، ولی خب الان توی دوربینی که جدیدترین دوربین سونی هست تا این تاریخ این قرار داده نشده، انگار مثلا یه امکاناتی رو نذاشته که گرون نشه. مورد آخر که واقعا ایراد آخر که مهمترین ایراده، مثل ورژن قبلیش، من تو ویدیوی قبلی هم گفتم لینکش رو میذارم اینجا برید ببینید، این دوربین IBIS نداره و حتی ورژن 2 هم IBIS نذاشته و اصلا عجیب غریبه دوربینی الان بیاد که IBIS نداره. IBIS چیه؟ این بادی ایمیج استابلایزر. در واقع وقتی میخوای روی دست عکس یا فیلم بگیری، لرزش های میکرو رو این در واقع IBIS میگیره که در واقع سنسور رو برخلاف حرکت شما حرکت میده که این لرزش ها رو بگیره. خب به جاش اومده چی گفته؟ گفته یا از حالت لرزشگیر لنز استفاده کنید یا بذارید رو حالت اکتیف که به صورت دیجیتالی لرزش رو میگیره، به صورت فوق‌العاده‌ای هم میگیره، هم از افیکس 30 بهتر میگیره، هم از افیکس 3 من بهتر لرزش رو میگیره و واقعا اصلاح شده، ولی کراپ 1.5 میخوره. حالا میگه اگر شما در واقع حالت اکتیو نمیخواید استفاده کنید و رو دستتون هم میخواید فیلم بگیرید، باید لنزی رو انتخاب کنید که OSS داشته باشه یا در واقع اپتیکال استدی شات داشته باشه که خود لنزه بتونه در واقع لرزش تصویر رو بگیره. برای همین توی منوی دوربین شما یه حالت استاندارده که اگه حالت استاندارد بذارید، یعنی اگر اون حالت فعال باشه، یعنی لنزتون OSS داره و میتونید از اون حالت استفاده کنید که خیلی هم لرزش رو نمیگیره آنچنان مثل IBIS و در واقع ورژن بعدیش اکتیوه، یا باید استاندارد بذارید یا اکتیو. از اون ور حالت داینامیک اکتیو هم نذاشته که به طور مثال روی دوربین ZV-E1 هست. من راجع به استاندارد و اکتیو و داینامیک اکتیو بعدا یه ویدیو کامل و مفصل توضیح دارم میدم. خب از منوی جدید سونی روی این دوربین استفاده شده که قاعدتاً باید میشد، یه حالت ورتیکال گذاشته که اگر دارین فیلم میگیرین وقتی دوربین رو به صورت ورتیکال میکنین یا عمودی میکنین، در واقع منوهای روی تصویر شده شما برمیگرده، اما وقتی میرید توی منوی اصلی منوها دوباره به صورت افقیه و این باز ایراد این دوربین هست. از لحاظ صدا تقویت شده، کپسولا جهت های مختلف صدا رو میگیرن تقویت شده و این فوق العاده است. همون حالت های پروداکت شوکیس و بک‌گراند دیفوکس در این دوربین هم قرار داده شده تا افراد مبتدی بتونن راحت تر کار کنن. به صورت تاچ شما میتونید با یک اسکرولی شما میتونید نور تصویر رو کم و زیاد کنید، میتونید رنگ تصویر رو از حالت کریتیو لوک استفاده کنید که رنگ های مختلفی روی تصویرتون بندازین که دیگه نیاز نباشه برید تو حالت ادیت. برای افراد مبتدی رنگ و نور بدید، اما این به این معنی نیست که شما نمیتونید از حالت حرفه‌ای دوربین هم استفاده کنید. در ازای شما پیکچر پروفایل هم دارید، همون پیکچر پروفایلی که روی همه دوربین های سونی هست، میتونید اسلاگ 3 ذخیره کنید. تو این دوربین حالت اسینتون هم اضافه شده. این اسینتون همون چیزیه که در واقع پوست صورت رو به رنگ طبیعی ترین رنگ حالت ممکنش نشون میده. یک حالت سینماتیک ولاگ هم اضافه شده، در واقع یک نوار سیاه بالا یک نوار سیاه پایین میندازه، نسبت تصویرم عوض میشه و در واقع رو اون میتونید باز رنگ های مختلف و حالت های مختلفی هم بندازید که شما دیگه در محیط ادیت احتیاج نباشه که در واقع دست بزنید و همون خروجی رو بتونید استفاده کنید. خب بریم سراغ تغییرات بدنه دوربین نسبت به مارک 1. دکمه روشن و خاموش به جای اینکه روی دوربین قرار بگیره، اومده کنار اون دکمه زوم که ممکنه باعث خطا بشه. دکمه تغییر حالت مود دوربین که میتونه بین اس ان کیو عکس و ویدیو جابجا بشه، به جای یه دکمه تبدیل شده به یک دکمه
کشویی که به نظر من تغییر خوبیه. کارت حافظه به جایی که بغل باتری از زیر دوربین جا بره دیگه از بغل دوربین جا میره. از اون ور گفتم باتری بهتر شده، بزرگتر شده و با ظرفیت بیشتری هست. به همون اندازه دسته گریپ که باتری هم توش میره بزرگتر شده که این یه جورایی کارو خوش دستر کرده. LCD ما 1.33 میلیون نقطه داره که با کیفیت تر از LCD نسخه قبلش که 921,000 نقطه داشت. وزن خود بدنه غیر از باتری از ورژن قبلیش سبکتره، ولی با باتری سنگینتره، چون گفتم باتریمون بزرگتر و سنگینتر شده. و دکمه های پشت دوربین کنار LCD هم هیچ تغییری نسبت به نسخه یک نکرده. این تمام آن چیزی بود که من میتونستم از این دوربین بهتون بگم و واقعا ببینید به دردتون میخوره یا نه، اگر حرفه‌ای هستید یا مبتدی هستید. در هر دو صورت میتونید دوربین رو تهیه کنید.